وزیر مبارزه علیه مواد مخدر امروز تفاهم‌نامه‌ای را برای از بین بردن مزارع کوکنور با والیان کابل، کاپیسا و نماینده‌های چند ولایت دیگر امضا کرد. با گفته مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، این برنامه نخست در ولایت‌هایی که در آن کوکنور کم کشت می‌شود، راه‌اندازی خواهد شد. در حدود 20 ولایت متاثر از کشت کوکنور داریم. ضمن از اینکه ما در نظر داریم که تلاش جدی به خاطر جلوگیری از کشت کوکنار داشته باشیم، برنامه ریزی و تدابیر لازم را به خاطر اینکه هرگاه کشت میشه در ولایات ما تخریب کنیم، یک هشدار باشه برای کسایی که کوکنار کشت میکنن. از جمله از این 20 ولایت متاثر از کشت کوکنار، 6 ولایت را که ما معلومات را که به دست آوردیم، در این 6 ولایت هم کوکنار کم کشت میشه، هم فرصت های وجود داره ما کاملا بتونیم 6 ولایت آری از کشت کوکنار بسازیم. در این حال مسئولان از راه اندازی این برنامه در ولایت‌های دیگر نیز در آینده‌های نه چندان دور سخن گفتند. ما در کل ایتو نیست که فقط تمرکز تخریب مزارع کوکنار صرف سر 6 ولایت باشه. در دیگر ولایات هم به اساس پلان عمل ملی ما امو فیصدی را که در نظر داریم شامل پلان تخریب مزارع کوکنار ساختیم که تا حال نهایی نشده، مسودهش ترتیب شده و به شورای امنیت ارسال شده تا اینکه منظوری از شورای امنیت ملی گرفته شود و مطابق از عمل بشه. گفتنیست افغانستان یکی از کشورهایی است که در تولید کشت قاچاق مواد مخدر گراف بلندی در سطح جهان دارد. سالانه برای مبارزه علیه مواد مخدر به این کشور میلیون ها دلار از سوی کشورهای خارجی کمک می شود. اما دیده شود پس از این با ایجاد چنین برنامه ها حکومت چقدر می تواند از کشت قاچاق مواد مخدر جلوگیری کند؟